رومیان فصل هفتم. ای برادران، شما از شریعت اطلاع دارید و می دانید که انسان فقط تا زمانی که زنده است مجبور به اطاعت از شریعت است. مثلا یک زن شوهردار تا وقتی شوهرش زنده است شرعاً به او تعلق دارد، اما اگر شوهر او بمیرد دیگر آن زن از قانونی که او را به شوهرش مقید می ساخت آزاد است. از این جهت اگر آن زن در زمان زندگی شوهرش با مرد دیگر زندگی کند، زناکار خوانده خواهد شد. اما اگر شوهرش بمیرد دیگر این قانون شامل حال او نیست و چنانچه با مرد دیگری ازدواج کند مرتکب زنا نمی شود. ای برادران، شما نیز در همین وضع هستید. شما چون جزئی از بدن مسیح هستید، نسبت به شریعت مرده اید و اکنون به آن کسی که پس از مرگ زنده شد تعلق دارید، تا در نتیجه برای خدا ثمری بیاوریم. زیرا هنگامی که ما گرفتار طبیعت نفسانی بودیم، شهوات گناه که به وسیله شریعت برانگیخته شده بود در وجود ما کار می کرد و موجب مرگ ما می شد. اما اکنون از قید شریعت آزاد شده ایم، زیرا نسبت به آنچه که ما را در بردگی نگاه می داشت مرده ایم، تا به شکل نو یعنی به وسیله روح القدس خدا را خدمت کنیم، نه مانند گذشته که از قوانین نوشته شده اطاعت می کردیم. پس چی بگوییم؟ آیا شریعت گناهکار است؟ هرگز نه. اگر شریعت نمی بود من گناه را نمی شناختم. مثلا اگر شریعت نگفته بود طمع نکن، من هرگز نمی دانستم طمع کردن و چشم‌دوزی چیست. گناه با استفاده از این قانون هر نوع تمکاری و چشم‌دوزی را در زندگی من پدید آورد، زیرا گناه بدون شریعت مثل جسد بیجان است. خود من زمان بیخبر از شریعت زنده بودم، اما همین که این حکم شریعت آمد گناه جان تازه‌ای گرفت و من مردم و شریعت که قرار بود زندگی را به وجود بیاورد در مورد من مرگ به بار آورد. زیرا گناه با استفاده از آن حکم شریعت مرا فریب داده کشت. بنابراین شریعت به خودی خود مقدس و مبارک است و تمام احکام آن مقدس و عادلانه و نیکو است. آیا مقصد این است که چیزی نیکو موجب مرگ من شد؟ هرگز نه. گناه این کار را کرد تا ذات واقعی آن آشکار شود. گناه با استفاده از یک چیزی نیکو موجب مرگ من شد تا به وسیله این حکم شریعت پستی و شرارت بی حد گناه معلوم گردد. ما می دانیم که شریعت روحانی است، اما من نفسانی هستم و مانند برده‌ای به گناه فروخته شدم. نمی دانم چه کار می کنم، زیرا آنچه را که دلم می خواهد انجام نمی دهم، بلکه برخلاف چیزی را که از آن نفرت دارم به عمل می آورم. وقتی کار می کنم که نمی خواهم بکنم، این نشان می دهد که من قبول می کنم شریعت درست است. پس در واقع من آن کسی که این عمل را انجام می دهد نیستم، بلکه این گناه است که در من بسر می برد. می دانم که در من، یعنی در طبیعت نفسانی من، جایی برای نیکویی نیست. زیرا اگرچه خواهش به نیکی کردن در من هست، ولی قدرت انجام آن را ندارم. آن نیکی را که می خواهم انجام نمی دهم، بلکه کار بدی را که نمی خواهم به عمل می آورم. اگر کاری را که نمی خواهم انجام می دهم،
دیگر کننده آن کار من نیستم، بلکه گناه است که در من بسر می برد. پس با این قاعده کلی پی می برم که هر وقت می خواهم کار نیکو انجام دهم، فقط شرارت از من سر می زند. باطنن از شریعت خدا لذت می برم، ولی می بینم قانون دیگری بر بدن من حاکم است که با قانون حاکم بر ذهن من جنگ می کند و مرا اسیر قانون گناه می سازد. یعنی اعضای بدن مرا تابع خود نبوده است. من چه آدم بدبختی هستم؟ این بدن مرا به سوی مرگ می کشاند. کی می تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ خدا را به وسیله خداوند ما عیسی مسیح شکر می کنم که چنین کاری را کرده است. خلاصه در حالی که طبیعت نفسانی من بنده گناه است، با عقل خود شریعت خدا را بندگی می کنم.